آقای درویش پور، با توجه به اینکه حضور داشتید امروز در دومین روز رسیدگی به اتهامات حمید نوری در دادگاه استکهلم، درباره اهمیت این دادگاه برای ما توضیح میدید؟ ببینید، این چه این جنایت بزرگی که در دهه 60 سال 67 صورت گرفت و در واقع حکومت تماما تلاش کرد با مسکوت گذاشتن آن یا تحریف تاریخ این ماجرا رو لاپوشانی کنه، این جنایت بزرگ جنگی و این جنایت علیه بشریت رو، این که به یمن دستگیری نوری و این دادگاهی که صورت گرفته در واقع نوعی دادخواهی داره صورت میگیره در یک کشور دیگری و این میتونه یک جنبه ابعاد بین‌المللی جدی به خودش بگیره، به گمان من بسیار ارزشمنده و نوع ورودی که من امروز شاهد آن بودم که دادستان کرد که سعی کنه این رو هم از زاویه در واقع یک تضاد جنگ مثلا جنگی از منظر بین‌المللی یا جنایت علیه بشریت علیه یک گروه مثلا در ارتباط با یک شورشی که علیه حکومت صورت گرفته و زندانیان بیگناهی که در واقع به عنوان شهروندان بدون کوچکترین حقوقی از منظر حقوق بین‌الملل اینها در واقع سلاخی شدن و اعدام شدن، به نظر من این هم برای خانواده این قربانیان فوق‌العاده مهمه، هم برای جنبش دادخواهی در ایران و هم این که پیامی بر تمام دیکتاتورها در جهان باشه که فکر نکنن که میتونن روزی به اصطلاح با استفاده از قدرت‌های نظامی خودشون سلاخی کنن مردم رو، بزرگترین جنایت‌ها رو راه بیندازن و فکر کنن این میتونه مشمول مرور زمان بشه. از این نظر فکر می‌کنم این دادگاه در واقع نوعی بیدار کردن وجدان بین‌المللی است و اینکه در کشور سوئد چنین دادگاهی صورت می‌گیره و اثرات بسیار مثبتی خواهد داشت در اینکه این جنایت تاریخی نه تنها فراموش نشه بلکه مجدداً در دستور روز و در ابعاد بسیار گسترده‌تری قرار بگیره، نه فقط در بین ایرانیان بلکه در افکار عمومی جهان. اشاره شد در این دادگاه به مورد یوگسلاوی نمونه هایی رو می آورد، فکر میکنه تأثیر این ماجرا یعنی بر روند دادخواهی در خود ایران چطور میتونه باشه؟ یعنی آیا روزی این دادگاه میتونه یک نمونه باشه در واقع دادخواهی موارد دیگه که به این دادگاه و به مواردی که اینجا مطرح شد ارجاع داده بشه؟ ببینید، این یه پیچیدگی داره ماجرای یوگسلاوی، با توجه به اینکه با پایان در واقع جنگ یوگسلاوی کشورهای گوناگون زینف بودند در اینکه یه دادخواهی واقعی صورت بگیره، یک تریبونال واقعی صورت بگیره، ما شاهد اون بودیم. ما هنوز نمیدونیم که به خصوص اروپا تا چه حد آمادگی از خودش نشون خواهد داد که برای مثلا یک تریبونال بین‌المللی علیه جنایت بشری در ایران در واقع وارد کار بشه. این به هم تحولات سیاسی در داخل ایران برمیگرده، هم به تحولات اینکه اروپا چه روابطی رو با ایران خواهد داشت. اما الهام بخش بی‌تردید، یعنی آنچه که امروز دیدم میتونه مقدمه‌ای باشه برای دادخواهی گسترده‌تر یک تریبونال بین‌المللی علیه این جنایت جنگی. اما این دلنگرانی وجود داره، نه فقط برای من، برای بسیاری که مبادا به رغم این پرونده چند هزار صفحه‌ای و این همه شاهد، این ابعاد گسترده محاکمه نوری، مبادا تابع مطامع دیپلماتیک قرار بگیره و مثلا فرض کنید نوری با جلالی فراهانی تبادل بشه، یا میدونید دلنگرانی، درسته که دادگاه ها مستقل در همه اینها رو میدونیم، ولی به هر حال ما نمیتونیم این دلنگرانی ها رو دست کم بگیریم. به نظر من اگر مثل مورد یوگسلاوی یک اراده قاطع بین‌المللی وجود داشته باشه، دیر یا زود ما با یک تریبونال بین‌المللی علیه جنایت علیه بشریت در ایران روبرو خواهیم. اما تا زمانی که با سازشگاهی و نوعی به هر حال رعایت های دیپلماتیک این منافع دیپلماتیک یا اقتصادی تابع بشه، ممکنه که سطح این مسئله اونطور که ما انتظار داریم گسترده‌تر نشه، ولی به هر حال شروع بسیار خوبی بوده. سپاسگزارم از شما مهتاد درویش‌پور، استاد دانشگاه، که با ما در زمان صحبت کردید.